بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم و اینجا مدرسه حفظه. با قسمت 37 همراه من باشید. اگه تازه با ما همراه شدین و میخواین 36 قسمت قبلی رو ببینید، اپلیکیشن بشارت رو از این آدرس دریافت کنید و روی گوشیاتون نصب کنید. بریم درس قبلی که بخش آخر سوره غاشیه بود رو یه نگاهی بندازیم و برگردیم. لست علیهم بمسیطر، تو بر آنان مسلط نیستی. الا من تولى وكفر، ولی کسی که به دنبال این تذکرات روی گردانید و کفر ورزید. فیعذبه الله العذاب الاکبر، پس خداوند او را به عذاب بزرگتر عذاب خواهد کرد. ان الینا ایابهم، قطعا بازگشت آنان به سوی ماست. ثم این علینا حسابهم، آنگاه بی تردید حسابشان بر عهده ماست. فکرشو بکنید، در طول 1400 سال از طرف نخبه ها و دانشمندای جامعه مردم مدام دعوت به انجام یک کاری بشن، مگه میشه به سادگی نادیدش گرفت؟ این همه آدم باسواد با استعداد همه تشخیص دادن یک کاری درسته. منظورم حفظ قرآنه. عده زیادی از علما و دانشمندای مسلمون هم شیعه و هم سنی اتفاق نظر داشتن که حفظ قرآن جدای از برکات معنوی فایده های مادی داره و ذهن رو تقویت میکنه. مگه میشه همه با هم اشتباه کرده باشن؟ رهبر عزیز انقلابم تا الان چند بار توی جمع حافظا و قاریای قرآن تأکید داشته که ما باید توی ایران 10 میلیون حافظ کل قرآن داشته باشیم. یادم میاد تو یکی از دیدارهایی که رفته بودیم خدمتشون گفتن من الان وقتی بعضی از جوانا رو میبینم که حافظ قرآن هستن قبطه میخورم و با خودم میگم حاضرم اگه چیزی از امور معنوی دارم بدم و حفظ قرآن رو به دست بیارم. اما درس امروزمون حفظ آیات 1-6 سوره فجره. برای اینکه با این 6 آیه آشنا بشیم، اول یه بار اونها رو با صدای زیبای استاد پرهیزگار گوش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. سوره فجر مکیه و دهمین سوره‌ای که به قلب پیامبر ما نازل شده. اگه الان فهرست قرآن رو باز کنید، این سوره از لحاظ ترتیب 88 سوره هست. فجر به معنی سپیده دمه. پیامبر اکرم تو فضیلت تلاوت سوره فجر میگه هر کی این سوره رو تو دهه اول ماه ذی‌الحجه تلاوت کنه گناهاش بخشیده میشه و اگه تو غیر این ایام بخونه تو روز قیامت نورانی میشه. توی روایات ما سوره فجر رو به سوره امام حسین علیه السلام معرفی میکنن. مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید سوره فجر تو نمازهای واجب و مستحب بخونید، چون درباره جدم ابا عبدالله الحسینه و شما رو همدرجه امام حسین علیه السلام میکنه. اما مفاهیم اصلی این سوره چیه؟ به صورت کلی به این نکته اشاره داره که ثروت نشونه خوشبختی و توجه خدا به انسان نیست. تو آیه های اولی که امروز میخوایم حفظ کنیم به نعمت هایی که خداوند به مؤمنین داده و در مقابل از کافران گرفته شده اشاره میکنه. سوره فجر با چند تا قسم خیلی قشنگ به ایام حج شروع میشه. این ایام معنوی ترین لحظات زندگی آدمه. توی آیه اول و دوم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر، سوگند به سپیده دم و سوگند به شبهای دهگانه. منظور از فجر عید قربانه
که حاجی واقعی از صبح این روز خودش رو از دنیا و دلبستگی‌هاش دور می‌کنه و با سنگ زدن به شیطان و قربانی کردن در راه خدا آماده زندگی نو و بندگی خالصانه میشه. منظور از شب‌های دهگانه هم ده روز اول ماه ذی‌الحجه هست. تو قدم اول بریم این دعایه رو گوش کنیم. والفجر وليال عشر، زمزمه کنیم. والفجر وليال عشر، همخوانی کنیم. والفجر وليال عشر، حالا از روی قرآن خودمون میخونیم. والفجر وليال عشر، سه بار از حفظ تکرار کنید. والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر. آفرین به شما. درسته همه روزهای دهه اول ذی‌الحجه با ارزشه، اما دو روزش فرق میکنه. و الشفع والوتر، و سوگند به روز زوج و فرد. شفع به معنی جفت شدنه و منظور از اون روز هشتم ذی‌الحجه هست که به روز ترویه معروفه و حاجی توی اون روز عازم میشه برای رفتن به سرزمین عرفات. کلمه وتر هم در مقابل شفعه و به معنی تنها بودنه. اشاره داره به روز نهم ذی‌الحجه که معروف به روز عرفه و همه تون میدونید که یکی از اعمال مستحب به این روز حتی اگه حاجی نباشین خوندن دعای عرفه امام حسین علیه السلام. گوش کنید. و الشفع والوتر، زمزمه کنیم. و الشفع والوتر، حالا با استاد همراهی میکنیم. و الشفع والوتر، یک بار بدون استاد تکرار کنید. و الشفع والوتر، حالا سه بار از حفظ میخونیم. و الشفع والوتر، و الشفع والوتر، و الشفع والوتر. ماشاءالله به شما. حالا باید این سه آیه رو به هم متصل کنیم. یه بار از روی قرآن بخونید. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. حالا وقت از حفظ خوندنتون رسیده. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. احسنت. آیه چهارم به شب آخر ایام حج اشاره میکنه. واللیل اذا یسر، و سوگند به شب هنگامی که میگذرد و به سوی روشنایی پیش میرود. منظور از این شب شب عید قربانه. حاجی ها از عرفات به سمت مشعر الحرام میرن و بعد از راز و نیاز شبانه تو این سرزمین قبل از طلوع آفتاب خودشون رو به سرزمین منا میرسونن. بریم آیه رو گوش کنیم. واللیل اذا یسر، زمزمه کنیم. واللیل اذا یسر، حالا با استاد همخوانی میکنیم. واللیل اذا یسر، وقت از رو خوندن رسیده. واللیل اذا یسر، حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم. واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر. خیلی خوب بود. حالا باید این چهار آیه رو که حفظ کردیم به هم وصل کنیم. یه بار از روی قرآن بخونید. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. درود بر شما. حالا از حفظ تکرار کنید. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. خدا تو آیه پنجم یه تلنگری به همه میزنه و میگه هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا این سوگندها برای خردمندان کافی نیست؟ البته اونایی که توفیق حاجی شدن رو داشتن یا قرار داشته باشن معنویت این ایام رو بهتر درک میکنن، ولی خطاب آیه به همه مسلمان است. انشاءالله که قسمت بشه با هم بریم سفر حج. گوش کنیم. هل فی ذلک قسم لذی حجر، زمزمه کنیم. هل فی ذلک قسم لذی حجر، حالا با استاد تکرار میکنیم. هل فی ذلک قسم لذی حجر، از روی مصحف خودمون بخونیم.
هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سه بار از حفظ همخوانی میکنیم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حالا رسیده وقت این که آیات رو به هم متصل کنیم. یک بار از روی قرآن بخونید. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. احسنت به شما، حالا از حفظ تکرار کنید. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. عالی بود. خب رسیدیم به آیه آخر درس امروزمون که موضوع جدیدی رو مطرح میکنه و به سرنوشت یکی از اقوام قدر نشناس پیش از اسلام اشاره میکنه. الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ آیا ندانسته ای که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ما پیش از اسلام سه تا تمدن بزرگ داشتیم که توی آیات 6 تا 14 سوره فجر بهشون اشاره میشه. خدا از قوم عاد شروع میکنه که پیامبرشون حضرت هود رو تکذیب کردن. اونا حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح در سرزمین احقاف زندگی میکردن. تو درس بعدی توضیحات بیشتری دربارشون میدیم. بریم آیه رو گوش کنیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ زمزمه کنیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ همخوانی کنیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ حالا از روی قرآن خودمون میخونیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ سه بار از حفظ تکرار کنیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ خب حالا که درس امروزمون تموم شد، باید تو قدم آخر آیات درس جدید رو به هم متصل کنیم. اول یه بار از روی قرآن با دقت بخونیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد. احسنت، حالا از حفظ همخوانی میکنی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد. خب خدا قوت بهتون. آیات قشنگ و جذابی بودن و کلی به اطلاعات قرآنیمون اضافه کرد. این که ما تو مدرسه حفظ درباره مفاهیم و توضیحات آیه هم حرف میزنیم به این دلیله که تسلط به ترجمه و کمی از تفسیر هم تو حفظمون مؤثره و هم تو دانش قرآنی ما که اون رو اضافه میکنه. خوبه این خاطره رو براتون بگم که حدود 14-15 سال قبل یه روز من و داداش کوچیکترم که هر دومون حافظ کل قرآن بودیم رفتیم خدمت مقام معظم رهبری و ایشون بعد از این که ما توضیحاتی دادیم درباره این که از سنین خیلی کم حافظ کل قرآن شدیم پرسیدن چقدر از مفاهیم و تفسیر قرآن بلدیم. ما هم که چون خیلی کم سن بودیم و خیلی کار نکرده بودیم گفتیم خیلی کم. بعد ایشون گفتن که حتما برید سراغ کار کردن ترجمه و تفسیر و موضوعات قرآن، چون یه حافظ و قاری قرآن اگه با آیات قرآن و معارف اون آشنا نباشه نه خودش میتونه اونجور که باید از آیات قرآن لذت ببره و نه میتونه به دیگران چیزی یاد بده. 10 درس از شروع فصل دوم، یعنی از سوره طارق تا سوره غاشیه هست و مرورتون هم از سوره قریش تا ناسه که باید این دو بخش رو تا درس بعدی تکرار کنید. سوالاتتون درباره حفظ، انتقادات و پیشنهاداتتون درباره این برنامه رو میتونید از طریق آدرسی که براتون زیر نویس شده با کارشناسا و تیم تولید مدرسه حفظ در میون بذارید. شب و روزتون قرآنی. خدا نگهدارتون.